بیانیه عفو بین الملل فراخان به اقدام فوری محکومیت اعدام علی صارمی هشدار در مورد 7 تن که هنوز در خطر اعدام هستند به مقامات رژیم ایران باید یادآوری شود هر کس که تنها به خاطر داشتن رابطه خانوادگی با سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت شده باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شود در نیویورک به وزیر خارجه آمریکا محکومیت اعدام وحشیانه برجسته‌ترین زندانی سیاسی ایران علی صارمی ضرورت اقدام فوری از سوی باراک اوباما و هیلاری کلینتون برای نجات جان زندانیان سیاسی در ایران وزیر خارجه نروژ ما در نگرانی‌های مطرح شده در گزارش سازمان ملل درباره اشرف شریک هستیم دولت نروژ انتظار دارد امنیت اشرف تضمین شود مقامات نروژ وضعیت انسانی در اشرف را بارها با مقامات عراقی در میان گذاشته و باز هم به این کار ادامه خواهند داد ادامه بازتاب جهانی حکم دادگاه اسپانیا شبکه تلویزیونی ABC نیوز تلویزیون الحره CNN آی ریپورت رادیو 24 ساعته فرانسه خبرگزاری سوئیس انفو روزنامه های عبدالدستور و رأی اردن العرب الیوم القدس فلسطین روزنامه های القبس و سیاسه کویت تأکیدات بین المللی بر اعتبار جهانی دادگاه اسپانیا برای محاکمه جنایتکاران جنگی و جنایت علیه بشریت سرلشکر شمری گفت در دادگاه اسپانیا حضور نخواهد یافت و فقط از دستورات مالکی اطاعت می کند دستورات در مورد اشرف از بالا صادر شده و هیچ گونه نقض حقوق بشری در داخل این قرارگاه به وقوع نپیوسته رئیس جامعه وکلای مصری اعتراض به خوشامدگویی وزیر خارجه عراق به وزیر خارجه رژیم ایران از حساب مجاهدین وقتی که وزیر خارجه عراق از حساب مجاهدین به رژیم ایران می‌پردازد این یک تملق برای خوشایند وزیر خارجه این رژیم است دکتر ولید فرهاد آنهایی که عراق را تهدید می‌کنند کسانی هستند که چاه‌های نفت را اشغال می‌کنند و دست به انتقام جویی در داخل عراق میزنند و به قطع دست تهدید میکنند و یا به آنهایی که دیدگاهی مخالف آنها دارند حمله میکنند یا علی صارمی را اعدام میکنند حکم دادگاه اسپانیا باید شکایت رسمی به سازمان ملل و شورای امنیت را در پی داشته باشد جهاد رنتیسی از عمان سفر وزیر خارجه رژیم ایران تلاش برای خونسا کردن آثار حکم دادگاه اسپانیا که بسیاری سفسطه‌ها و مغلطه‌ها در کنفرانس مطبوعاتی زیباری و علی اکبر صالحی پایان می‌دهد. جهاد رنتیسی رژیم ایران از بحران‌های داخلی و خارجی رنج می‌برد. این یک رژیم ناپایدار و ضعیف است. این رژیم همیشه از سازمان مجاهدین هراسان بوده است چرا که خوب می داند انقلاب ضد سلطنتی را از همین ها رو بوده است اکنون وظیفه جامعه جهانی و سازمان ملل است که از قرارگاه اشرف و ساکنان آن حفاظت کند نزار سامرایی از بغداد وزیر خارجه جدید رژیم ایران به عراق آمده است تا اینکه راه نفسی باز کند زیرا که به لحاظ داخلی و خارجی و وضعیت اقتصادی این رژیم در حال خفگی است. حکومت ایران به روشنی احساس می کند که فضا و شرایط علیه آن است. نزار سامرایی دولتی که مالکی تشکیل داده برای او قابل کنترل نیست. او نیاز به کمک رسمی ایران دارد تا بتواند دولتی به این گستردگی را کنترل نماید.